سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان و همراهان گرامی یکی از دوستان عزیز از ما پرسیدن که نظر شما یعنی نظر من در مورد کشته شدن حسن نصرالله توسط ارتش یهودی ها در لبنان چی است خب چون امروز یا حداقل از دیروز تا حالا کشته شدن حسن نصرالله منشی عمومی یا رئیس رهبر حزب الله لبنان از داخترین خبرها در رسانه های جمعی هست و مردم افغانستان به خصوص هزاره ها هم از این قافله عقب نماندن و هر کسی نظر و دیدگاه خود را در این مسئله در رابطه به مسئله کشته شدن نیشان ارائه میکنند. اول خو بسیار تشکر و سپاس از این دوست عزیزی که نظر ما در این مسئله یا در این قضیه برش مهم است. دومان دیروز وقتی خبر کشته شدن سید حسن نصرالله در رسانه های جمعی یعنی در فیسبوک و تویتر و جاهای دیگه پخش شد ما و چند نفر دیگه از دوستان عزیزم در جاده بودیم یعنی راهی شرکت در یک سمینار در پیوند به 25 سپتامبر سال روز نسل کشی هزاره ها در افغانستان توسط لشکر مسلمانان بودیم. نسل کشی که متاسفانه تا هنوز هم پایان نیافته و جریان داره. بنابراین ما مصروف بازخانی تاریخ نسل کشی خودمان بودیم و به همون خاطر وقت نشد که به مسائلی که خیلی به ما مستقیم یا حالا مربوط نیست برسیم. ما شخصا از کشته شدن آقای حسن نصرالله نه خوشحال هستم و نه هم غمگین چون نه ضرر ایشان به ما یعنی به من هزاره رسیده و نه هم نفعش مثلا در طول این همه سالها حالا اگر حالا قبل از 2001 رم که حساب نکنیم در طول همین 20 سال اخیر یا 21 22 سال اخیر که هزاره های شیعه در افغانستان در معرض نسل کشی از طرف مسلمانان تندرو سنی قرار داشته من هیچ اظهار نظری از سوی آقای حسن نصرالله با عنوان یک رهبر نظامی شیعی در حمایت از هزارهای شیعه نشنیدم حتی آقای آیت الله سیستانی هم که بزرگترین در واقع مرجعی جهان شیعیان هست و همین رقم علمای دیگه جهان عرب منظورم از علمای اهل تشیع جهان عرب هم چندان موقف محکم و ثابتی در رابطه به نسل کشی هزاره ها در رابطه به این ظلم و استبدادی که بر علیه هزاره در افغانستان جریان داره نشنیده ممکنه یکی دو تا مورد باشه که آقای آیت الله سیستانی در مورد اظهار نظر کرده باشه یا توصیه کرده باشه یعنی یک موقف محکم نگرفته چرا؟ چون برای اونها جامعه هزاره نه از لحاظ نفوسی و قدر زیاد است و نه از لحاظ سیاسی و قدر اهمیت داره که اینها یعنی این اهمیتشان باعث شود که اینا اکسل نشان بده بنابراین کشته شدن حسن نصر الله یک شیعه عرب لبنانی در لبنان هم اون هم توسط نیروهای ارتش اسرائیل برای ما حداقل برای منی که یک فرد یک شخص از جامعه هزار هستم اهمیت سیاسی نداره یعنی امور هم که گفتم من نه نا ناراحت هستم و نه هم خوشحال هستم یک وضعیت منفعلانه دارم. البته هرگیز به این معنا نیست که ما یعنی جامعه هزاره در قبال اونچه در جهان یا در پیرامونی امروزی ما اتفاق مفتم منفعل و خاموش باشیم ما اتفاقا حتی مخالف این طرز تفکر تحقیرآمیزی عبدالرحمنی توسط خود هزارها نسبت به هزارها هستم. مثلا این روزا میبینیم که در فضای مجازی اکثری ها میگه تور چی تو یک هزاره هستی تو چرا در مورد حسن نصر الله مورد اسرائیل در مورد روسیه و اوکراین صحبت میکنی تو چی تو خودت هزار تا مشکل داری یا مثلا خب این خودش غیر مستقیم به این است که توی هزاره رو بیگه پاچی تو هنوز اون سطح نرسیده که بیایی در برابر در باره مسائل جهانی صحبت بکنی من اتفاقا مخالف از این نظر هستم یعنی نظر یعنی نوع برخورد یا روی کرد به فعالیت هزاره ها یک, یک روی کرد عبدالرحمنی هست یک روی کرد تحقیر آمیز هست که هزاره ها به صورت ناخداگاهانه بر علیه خودشان را اعمال میکنند مگر هزارها از دیگرها چی کم داره مگر هزارها جزء جامعه جهانی امروز نیستن مگر ما در زمین زندگی نمیکنیم اون چی که در جهان اتفاق میفته مستقیم و غیر مستقیم به ما هم به انسان هزاره هم رب پیدا میکنه بنابراین انسان هزاره هم حق داره که ابراز نظر بکنه و ما به عنوان شهروندان این جهان مدرن حق ابراز نظر داریم اما خیلی مهم است بعد از ما بسیار مهم است که ما وقتی که در ارتباط به مسائل مختلف اظهار نظر میکنیم یک کمی از هوش سیاسی خود بهره بگیریم مثلا جهان سیاست را یعنی یا سیاست جهانی را خودبندی های سیاسی جهانی را یک کمی درک بکنیم و در اظهار نظرهای خود قربانی احساسات مذهبی و اعتقادی خود نشویم چرا چون اگر ما بر اساس احساسات مذهبی و این وابستگی های ایدئولوژیک مذهبی موضع بگیریم حتما به ضرر ما تمام میشه چون مذهب و ایدئولوژی مذهبی ما متاسفانه در طول تاریخ همیشه در سمت بازنده جنگ ها و تعاملات قرار داشته یک واقعت تلخ است حالا این که مثلا یک سری ها میگه که هر که با آل علی در افتاد و افتاد یک شعار توخالی دروغین و احمقانه و دلخوشکونی بیش نیست که یکسری آدمای عوام یک سری آدمایی که هیچ چیز را یعنی مسائل را نمیتونن درک بکنن به هیچ دل خوش میکنن اما برعکس حقیقتش این است که در طول تاریخ از زمان خود حضرت علی گرفته تا امام حسن عسکری و بعد از او هر کسی آمده و هر کسی در این معرکه با آل علی در افتاده ما دیدیم که چی اتفاق افتاده بنابراین ما نباید تحت تأثیر یا قربانی این احساسات شدیم. ما حق داریم بله با عنوان از جامعه ای انسانی امروزی ما حق داریم که در ارتباط به مسائل بین المللی هم اظهار نظر بکنیم و در صورت لزوم نظرات خود را بگیم یا بنویسیم. اما بسیار مهم است که اظهار نظر ما بر اساس و در راستای منافع ما باشد. یعنی yani منافع جمعی ما نه منافع فردی ما. بینید یعنی ما سیاست, سیاست مدارانه اظهار نظر بکنیم نه اینکه از روی احساسات مذهبی سرباز و گشت دم توپ و خلاصه قربانی دیگرا شیم چون حقیقت این است که در سیاست همه چیز بر اساس منافع میچرخه و مذهب و اخلاق و حقوق بشر و نمیدانم دموکراسی و ارزش ها و از این مسائل اینا همه ایشان فقط ابزار برای رسیدن به هدف سیاسی است در اختیار گروه ها و حکومت ها و سازمان ها مثلا در کشته شدن سید حسن نصر الله هم ما نمیدانیم یعنی صد درصد برای ما معلوم نیست چون یک مسئله کاملا استخباراتی و محرمانه است ما نمیدانیم که واقعا در پشت از این قضیه چی معاملات صورت گرفته چی معاملات یا ارتباط بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل بوده و بر اساس چه معاملات برحال این قضیه اتفاق افتاده حالا ما در جهانی که زندگی میکنیم مثلا دو تا کشور که با همدیگه به خون همدیگه تشنه است در ظاهر اما اصل قضیه در پشت صحنه اینطوری نیست ما میبینیم که امی سازمان های استخباراتی و نمو دو تا کشور با همدیگه ارتباط دارن مثلا امروز جمهوری اسلامی به شدت مخالف آمریکا است مخالف اسرائیل است ولی در حقیقت و در واقعیت این است که اینا در پشت پرده با همدیگه ارتباط دارن و یه مردم است که چیزی را نمیدانند حتما در مسئله سید حسن نصر الله هم یک سری داد و های یک سری معاملات بوده چون از دیروز تا بالا کمی خبر منتشر میشه یک ملای شیعه عراقی به نام نمیدانم محمد چیچی که ظاهرا از, از, اعضای گروه هشت شعبی عراق است ادعا کرده که چند روز پیش به حسن نصرالله پیام داده که خامنه ای تو رو معامله کرده حواست باشه اما حسن به خاطری حالا به هر دلیلی شاید به خاطر اون حس خیلی نزدیکی که به خامنه ای داشته حرف ایشان رو جدی نگرفته و در واقع خامنه ای پدر معنوی آقای حسن نصر الله بوده و فکر نکرده که مثلا پدر معنوی ما بیا سر ما معامله بکنه یعنی ببینید که چقدر مهم است که در سیاست حتی یک نفر میتونه بر بر پسر معنوی یا پدر معنوی خود هم معامله بکنه و ما در تاریخ داریم که حتی برادرها هم دیگر کشتن پدر و پسر بینشان نزا صورت گرفتند هم دیگر کشتن تخریب کردند. و امیر رقم اعضای یک خانواده بنابراین خیلی مهم است که با ما به با مسائل نگاه سیاسی داشته باشیم چون مسئله مسئله سیاسی هست مسئله مذهبی و نمیدانم ارزش ها نیست ما این چیزا برای ما بسیار، یعنی ما راحت قربانی زیب. مسائل میشه ولی حقیقت اینطوری نیست پیچیده است یعنی قضایه سیاسی و استخباراتی پیچیده تر از این حرف هست. مذهب و احساسات مذهبی اینا فقط و فقط ابزار برای سلطه و برای کنترل یافتن <تصفح> بر روان و بر احساسات مردم عوام است خیلی مهم است چون فعلا ما و شما اکثریت ما هزارها حداقل ما متاسفانه یا خوشبختانه به هر دلیلی جز یا عوام هستیم که در معاملات و در زد و خورد هایی که در منطقه صورت می ما در اغلب موارد اسیری یا قربانی یا نمی احساسات مذهبی خود میشیم دیدیم دیگه در سوریه چی اتفاق افتاد جنگ سوریه را حتما میفهمیم که دلایلش چی بود و چگونه از ما استفاده شد یا مثلا در دوره جهاد در افغانستان ما در برنامه های دیگه خودم گفتم که اصل ماجرا چی بود جنگ بر سر چی بود و چگونه این قدرت ها و دستگاه های استخباراتی بیرونی از احساسات مردم افغانستان احساسات مذهبی مردم افغانستان استفاده کرد خودشان و کشورشان را نابود کردند حالا ما هم هنوز هم در عین در, در این شرایط یا وضعیت قرار داریم بنابراین خیلی مهم است که نگذاریم و که احساسات مذهبی ما و شما مورد سوی استفاده قرار بگیره و ما قربانی سیاست های دیگر خب بله اگر واقعا این قربانی دادن ببینید ما چقدر قربانی سنگین دادیم هم در جنگ ایران و عراق در دهه 80 و هم در جنگ سوریه و شاید در جاهای دیگه ای که چقدر ما قربانی دادیم اما این قربانی شدن و قربانی دادن اگر یک بازده برای ما می داشت باز هم قابل توجیه بود خب مثلا شیعیان لبنان اگر در قالب حزب الله بسیج شدن یا هر کاری را به نفع جمهوری اسلامی انجام دادن خب خودی همون حزب که در جنوب لبنان مستقر بود یک سری بازدهی برای جامعه شیعه لبنان داشت که از دل یک جنگ داخلی برآمده بود از یک گذشته بسیار بدی برآمده بودن شیعه های لبنان در جامعه اون کشور خیلی وضعیتش بهتر از هزاره های مالا 40 50 سال قبل نبود اما بعد جنگ داخلی که صورت گرفت و از درون این از بستر این جنگ داخلی حزب الله لبنان برآمد که خب حزب الله لبنان هم همون در واقع ایجادش در راستای منافع ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی بود و یعنی کاری را که لبنانی ها کردن به نفع جمهوری اسلامی در این معامله یک بازدهی یک تولید برای خودشان هم بود اما در معامله که البته نمیشه حتی معامله گفت که بین مثلا هزارها و جمهوری اسلامی است هزارها صرف به عنوان سرباز ارزان قیمت کارگر ارزان قیمت خلاصه به عنوان قربانی و گشت دمی توپ برای جمهوری اسلامی استفاده شده اما هیچ بازدهی متاسفانه برای مردم نداشت. نه تنها که بازدهی یا یعنی یک،, یک،, یک, نتیجه مثبت در پی نداشته یک مزد را اینا نگرفتن بلکه روز به روز وضعیتشان بهتر شده بدتر شده سیاست غیریت سازی دیگر سازی فرود از سازی از این جامعه که در افغان در ایران همه میدانیم که دیگه همین کلمه افغانی که به مسابه یک فوش است به مسابه تحقیر هست یعنی برای هزارها استفاده میشه دیگر خوب قوارشان مثل افغانی نیست ما میبینیم که در جمهوری اسلامی متاسفانه هزارها در با تمام قربانه هایی که برای ایران و برای جمهوری اسلامی دادن هنوز هم می بینیم که هیچ امتیاز نصیبشان نشده خب بسیار مهم است بس که این مسائل رو ما مد نظر داشته باشیم وقتی که اظهار نظر میکنیم اینا رو باید مد نظر داشته باشیم ببینیم که واقعا ما در کجایش قرار داریم بله اگر بعضی آدم ها مسائل یا منافع شخصی و فردی داره ما نمیتونم اونا رو یعنی ما... من درخواست ما است که اونا می کار نکنن ولی خب به حال آدم هایی که میتونه یک جامعه رو قربانی منافع شخصی خود بکنه خب اونا دیگه ای گپا سرش نمیشه بر از خودشان مهم هست منافع خودشان مهم است و در کل ما میبینیم که شرایط فعلی همین مهاجر موج بسیار خشن و خروشان از احساسات ضد مهاجر و مهاجر که در ایران هست خب متاسفانه اگر ما اگر این ادامه پیدا بکنه در نهایت قربانیش مردم هزاره میشه چون هزاره ها از لحاظ فیزیکی و ظاهری ق... اینا قابل شنسا... شناسایی هستند و در جامعه ایران هم افغانی مهاجر افغانی همین ها حق شده اگر اینا مثلا ممکن است که بعضیا بگه خب جا منظور ما از افغانی اون اینها نیست اونها دیگه است ولی در جامعه در ذهن عمومی مردم ایران افغانی یعنی همین یعنی ها که ما امیدوار هستیم یک تغییراتی به هر حال این نظر ما بود دیگه هر کسی نظر خود را داره و حق داره که ارائه بکنه